من نوید اردکانیان هستم، بنیانگذار فیوز بون و کارآفرین سریالی. در واقع ما سیستم عامل 3D لب هستیم توی بیمارستان ها. نوید اردکانیان هستم، کوفاندر رادیکال، رادیکال پروکسیمیتی کاملش. من خودم رو همیشه اولین چیزی که معرفی میکنم اگر بخوام در خارج کانتکست فیوز بون معرفی بکنم، همیشه میگم من اینویشن اکسپرت هستم و من واقعا علاقه شخصی خودم به نوآوری رو نمیتونم انکار بکنم و به نظر من نوآوری مسیری هستش که ما انسان‌ها تا امروز طی کردیم تا به خیلی از چیزهایی که الان داریم رسیدیم و راه حل خیلی از مشکلات بزرگی هستش که در آینده باش مواجه هستیم. من یک جنرالیست و یک کارآفرین سریالی هستم. جنرالیست از این بابت که برای من فرق نمی‌کنه که من حوزه‌ای که می‌خوام توش وارد بشم پزشکیه، صنعت، حالا میخواد تصویر آب باشه، میخواد برنامه نویسی باشه، میخواد آیتی باشه، برای من مهم نوآوریه و من اگر احساس بکنم کاری که داره انجام میشه کار مثبتیه و ارزش ایجاد میکنه، خیلی سریع خودم رو آموزش میدم، خیلی سریع خودم رو توی اون صنعت در واقع شکل میدم و خیلی سریع سعی میکنم که به یه نتیجه توی اون صنعت برسم. علت علاقه من به کارآفرینی در واقع برمیگرده به سالهای سال پیش. فکر می‌کنم زمانی که من کنکور رو دادم و رشته قبول شدم که خیلی اون موقع دوست نداشتم، یه مدتی جنگیدم با این موضوع تا کنار اومدم که اوکی پس بمونم کشور خودمون، این رشته رو بخونم و سعی بکنم یه کاری توی این رشته انجام بدم. من کشاورزی میخوندم، مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، ولی توی دانشکده کشاورزی بودم و اولین کاری که کردم دوست داشتم، نمیدونم چرا، ولی میخواستم یه گلخونه بزنم و این اولین ایده من بود توی 18-19 سالگی. یادم میاد که رفتم جهاد کشاورزی اون موقع با یه آقایی که اتفاقا خانواده ما رو میشناخت و داشتم، اون مسئول قسمت گلخونه ها بود، داشتم باش صحبت میکردم و اون یه نگاه به من کرد، به من گفتش که ببین آقای اردکانیان، ماها کارمندزاده ایم، دنبال این که بیزینس خودتو داشته باشی نباش. من این حرفو که از این منده خدا شنیدم اینقدر به هم برخورد و اون موقع توی ذهنم اومد که من هیچ وقت کارمند نخواهم شد و من یه کارآفرین خواهم بود. خیلی مرسوم بود که میگفتن که رشته شما رشته‌ای نیستش که کار براش خیلی زیاد باشه و خب این یه جورایی توی فکر من بودش که خب پس ما میخوایم چیکار کنیم حالا که کار برای ماها نیستش، باید چیکار بکنیم؟ من میخواستم یه گلخونه برای تولید نشای سیفیجات بزنم. از کشاورزا میپرسیدم که اگه من این گلخونه رو بزنم شما نشای سیفیجات منو میخرین یا نه، و خیلی از اون کشاورزا در جواب به من گفتن که نشا که الان هست، ما اون دستگاهی که این نشا رو توی زمین بکاره نداریم. این شد که ما تصمیم گرفتیم با 3 نفر از همکلاسیام که هممون هم 18-19 سالمون بود، تصمیم گرفتیم که انرژیمون رو بذاریم و یه شرکت بزنیم و اولین ماشین نشاکار ایران رو تولید بکنیم. و مثل هر پریزنتیشن دیگه که شما ممکنه به سرمایه گذار انجام بدین، من این ماشینای نشاکار رو به پدرم پریزنت کردم. ایشون تقریبا میشه گفت همه، شاید بگم سرمایه‌ای که جمع کرده بود توی زندگیش رو داد به من، در سیه یه بچه 18-19 ساله که یه ایده خیلی بلند پروازانه داره، و ما با اون سرمایه شروع کردیم با دوستام. اولین کاری که کردیم این بود که توی نمایشگاه ماشین‌های کشاورزی که آخر اون سال قرار بود برگزار بشه، 6 ماه فاصله داشت با ما در واقع، ثبت نام کردیم که ماشینامون رو پرزنت بکنیم. حالا نه ماشینی وجود داره نه طرحی وجود داره هنوز. حداقل 4 ماه از اون 6 ماه باقی مونده رو در حینی که دانشگاه درس داشتیم و کلاس داشتیم، ما شبانه روز کار کردیم
تا اینکه ماشینامون آماده شد برای اون نمایشگاه و ما اصلا تست نکرده بودیم ببینیم اینا کار میکنه یا کار نمیکنه، ما فقط یه چیزی ساخته بودیم. و جالبش اینجا بود که این ماشین‌ها اولین بار که ما اینو گذاشتیم تو خاکی که کار بکنن اصلا اینا شکست، یعنی کار نکرد، کل اون ماشین از بین رفت و ما چند ماه کلا فرصت داشتیم تا یک نمایشگاه دیگه. باز دوباره ما شروع کردیم شبانه روزی کار کردن. خیلی سخت بود ولی بالاخره ما یک روز ماشین دستگاه دومو که طراحی کردیم و ساختیم بالاخره کار کرد و شروع کرد به کاشتن و واقعا روز بزرگی بود برای ما. من هیچ وقت نمیخواستم مهاجرت کنم از ایران و همیشه تو ذهنم این بود که ما جووناییم که کشورمونو میسازیم و من هم هر آنچه در توانم بود واقعا انجام دادم و ما با شرکت‌های خیلی بزرگ ایران همکاری میکردیم. ولی اتفاقی که افتاد این بودش که بسیار شرایط آنستیبلی داشتیم، یعنی با هر خبر جدید سیاسی اقتصادی ما برنامه هایی که داشتیم برای اون سال حتی به هم میریخت. این شرکت های بزرگ گاهن 2 سال مثلا طول میکشید تا بخوان با ما تسویه حساب بکنن و این 2 سال برای ما دردناک بود. ما شرکت کوچیکی بودیم همیشه و نمیتونستیم اینقدر وقت بذاریم. من هر روز به عنوان مدیر عامل شرکت، به عنوان یه نفر اصلی شرکت، به جای اینکه فکرم روی کار باشه باید همیشه دنبال این میدویدم که کارهایی که باید نرمال انجام میشد انجام بشه با فورس، با زور زدن اضافه. و یه جایی واقعا خسته شدم و احساس کردم که شاید دارم وقتمو بیش از اندازه روی چیزی میذارم که اونقدی که دلم میخواد ازش نتیجه نمیگیرم. این همزمان شد با زمانی که من داشتم ارشد میخوندم توی ایران، مدیریت اجرایی تو دانشگاه فارسی میخوندم و اونجا هم احساس کردم که من نیاز دارم علم بروزتری داشته باشم. خب اومدم وارد ایتالیا شدم، دانشگاه پلی‌تکنیک میلان، بیزنس اسکول MIP. یه دوره ای رو در اینوویشن و انترپرنورشیپ که بحث نوآوری و کارآفرینی گذروندم، در نصفش در ایتالیا، نصفش در بلژیک، و اون در واقع نقطه ورود من به اروپا بود. تا اینکه در واقع زمان به جایی رسید که من باید تصمیم میگرفتم که حالا کجا میخوام بمونم برای راه اندازی اون بیزنسی که همیشه آرزوشو داشتم و برنامه‌شو داشتم، و بین برلین و آمستردام باید تصمیم میگرفتم. دلیل این دوتا شهرم هم این بود که خب از قبل تحقیق کرده بودم و میدونستم که این دوتا شهر در واقع یه جورایی میشه گفت هاب استارتاپی اروپا هستن. اکثر سرمایه گذاری ها توی شرکت های استارتاپی و نوآوری توی این شهر ها انجام میشه و برلین رو قبلا بودم، دیدم، میشناسم یه سری آدم رو، آمستردام رو شنیدم، اقتصاد هلند اقتصاد خیلی قوی هستش و بین این دوتا بودم تا اینجا که بالاخره تصمیم گرفتم بیام آمستردام و اومدم آمستردام و اینجا مستقر شدم. زمانی که من مهاجرت کردم در سن 26 27 سالگی شاید زمانی بودش که خب قطعا من یه زندگی خیلی کاملی رو تو ایران داشتم، دوستای زیادی داشتم، ارتباطات نزدیکی داشتم و سخت بود تمام اونها رو کنار گذاشتن و اینجا اومدن. اما میتونم بگم که من خوش شانس بودم چون در این حین با بی آشنا شدم و بی کسی بود که خیلی از نظر ذهنی، از نظر عاطفی، از نظر در واقع فکری منو حمایت کرد. My name is Viviana Díaz del Castillo. I am Navid's partner. I am from Colombia. I met Navid 2 years ago
when we did the same masters together, and we pretty much fell in love immediately and started dating. From the things that I have learned about Navid that are extremely important for everyone to pick along the way, it's how much effort he has put his whole life to build what now we have. من همیشه دوست داشتم که اگر میخوام کسی رو برای زندگی انتخاب بکنم، کسی که میخوام همراه من زندگی بکنه، هر روز صبح تا شب با اون آدم روزم رو بگذرونم، از یه فرهنگ دیگه باشه. به خاطر اینکه من فکر میکنم که یه فرهنگ دیگه به علاوه فرهنگی که ما داریم، این تنها خروجی که میتونه داشته باشه غنی تر شدن فهم ما از آدم هاست، غنی تر شدن درک ما از فرهنگ های دیگه است، غنی تر شدن فهم و درک ما، ارتباط ما با بقیه آدم هاست. شاید خیلی کشورها این خاصیت رو نداشته باشن، یک کمی آرومتر باشن، ولی ما ایرانی هم خیلی خیلی سر و صدامون زیاده، خیلی پر انرژی هستیم. آمریکای جنوبی هم همینطوری هستن و برای من خیلی سورپرایز بزرگی بود که چقدر ما نزدیک فرهنگامون به هم دیگه. اون دو تا نقشه رو توی خونه خودمون طراحی کردیم. من خیلی دوست داشتم که ما این دو تا شهر رو که خودمون ازش اومدیم و توش بزرگ شدیم و بزنیم به دیوار، هر روز ببینیمش و افتخار کنیم همیشه که از دو تا شهر شاید مرکز کشور هم نبوده اومدیم و رسیدیم به اینجا که الان هستیم و داریم میریم جلو. The biggest challenge of living with someone that has recently started their own company is something that I am familiar with. I come from a family of entrepreneurs, and it's the fact that things might change at any moment. So you have to be willing to be very good one day and for things to fall down the next. So there's a lot of uncertainty and there's a lot of need for constant support and reaffirmation of why we are doing what we are doing. خیلی روزا تویی و تصمیمات تو زندگی یه عالمه آدم که شاید به تصمیم تو بستگی داشته باشه. و اون روزا روزایی بود که توی اون اوج تنهایی باعث شد که در واقع بی بی تنها کسی بود که میتونست منو کمک بکنه، کنارم باشه، من احساس بکنم که نه اونقدرم توی تصمیماتم تنها نیستم. The biggest progress Navid has had as an entrepreneur has definitely been the change of scope in why he's doing this. From when I met him, he was very competitive, and now he's definitely changed to a perspective of actually trying to create something that has a positive effect in the world. That has been definitely the biggest change. من همیشه فکر می‌کردم که خب هدف بیزنس اینه که پول در بیاریم، حالا این پول در آوردن می‌خواد به هر قیمتی باشه، به هر شکلی باشه، این کار رو باید انجام بدیم. ولی اینجا متوجه شدم که نه، اگر میتونم کاری بکنم که در حینی که دارم پول در میارم به آب و هوای کره زمینم کمک کرده باشم، به کم کردن ویست کمک کرده باشم، به کم کردن استفاده از پلاستیک کمک کرده باشم، آلودگی هوا کمک کرده باشم، اینها در واقع چیزایی بود که تبدیل شد به اولویت‌های من و اینها چیزهای مهمی بود به نظر من که اتفاق افتاد و باعث شد که من نگاهم خیلی عوض بشه. ایده فیوزد بون از اینجا جرقه خورد که من یه شرکتی تو حوزه بحث پرینت سه‌بعدی تو ایران هم داشتم و زمانی که من اینجا اومدم با چند تا شرکت آشنا شدم تو آلمان به طور مثال که اینها تمرکزشون روی بحث پرینت سه‌بعدی اما در حوزه مدیکال بود، یعنی در حوزه پزشکی، ساخت دستگاه پزشکی، حالا هم از لحاظ متریال هایی که استفاده میکردن، مواد اولیه مخصوص پزشکی، هم از لحاظ تکنولوژی هایی که تا قبل از این تکنولوژی های پرینت سه‌بعدی برای پزشکی بسیار گران قیمت و بسیار بزرگ بود و بعد حالا رسیدیم به جایی که این تکنولوژی ها میشه سایز رومیزی و میشه متریال هایی که قیمتش قابل خرید کردن هستش، دیگه اونقدر عجیب گران نیستش.
و این در واقع ایده از اینجا به ذهن من رسید که خب اوکی، حالا ما بیایم این تکنولوژی که هستش رو ببریم بذاریم توی بیمارستان. چرا ما باید اینو یه جایی تولید بکنیم، بسته‌بندی بکنیم، هزینه ارسال بدیم، یه عالمه اینجور کارا رو بکنیم تا در واقع یک دستگاه پزشکی برسه به اون بیماری که اون دستگاه رو نیاز داره. و صحبت ما روی دستگاه‌های در واقع مخصوص یک بیمار، پیشنت اسپسیفیک یا کاستوم مید اصطلاحاً، دستگاه‌هایی که خاص برای یک استفاده در واقع یک بار تولید میشه. و این دستگاه ها معمولاً توی اینجا که تولید میشن بسیار گرون قیمتن و من تصمیم گرفتم که این چالش رو یه جوری حلش بکنیم، بیایم این خط تولید رو ببریم بذاریم توی بیمارستان و به بیمارستان کمک بکنیم بتونه مشکلات در واقع بحث قانونی، بحث کوالیتی، کنترل کیفیت و غیره همه رو داخل یک بیمارستان بتونن انجام بدن. این ایده فیوز بون رو با در واقع شرکت انتلر مطرح کردم و اونها در واقع حجم زیادی از ایده ها و آدم هایی که توی این مجموعه بودن برای گرفتن سرمایه و حمایت از این شرکت، از بین اونها خب فیوز بون انتخاب شد، من و در واقع شرکت و اون ایده ای که داشتیم انتخاب شد و اینا سرمایه و انتلر سرمایه گذاری کرد روی این ایده. و دلیلشون هم این بود که اعتقاد داشتن مدیرای اصلی شرکت که فیوز بون جزو اون گروه کارهایی هستش که واقعا میتونه توی یک صنعتی مثل صنعت دستگاه پزشکی که سالیان سال توش تغییر بزرگی ایجاد نشده، یک تغییر بزرگ، یک نوآوری اصطلاحاً رادیکال توی این صنعت ایجاد بکنه. و این چیزی بوده که بارها بهش تاکید کردن تو مصاحبه‌های مختلفشون، همیشه بعضا فیوز بون از مثال‌هایی هستش از بین تمام شرکت‌هایی که توی دنیا روش استارتاپ روی این استارتاپ سرمایه‌گذاری کردن، فیوز بون از مثال‌هایی هستش که همیشه می‌زنن به عنوان شرکت‌های خیلی نوآورشون. کاری که فیوز بون می‌کنه اینه که با در واقع ارائه پروتکل‌های خاص برای هر نوع دستگاه پزشکی و برای هر نوع تکنولوژی خاص در واقع پرینترهای سه‌بعدی و متریال‌های خاص در هر مرحله از اون مراحلی که مربوطه به تولید دستگاه پزشکی هستش، ما این پروتکل‌ها رو ارائه می‌دیم، این راه حل‌ها رو ارائه می‌دیم برای اینکه اینها چطور کار رو انجام بدن و بعد در واقع کار رو بین افراد مختلفی که توی اون 3D لب اصطلاحاً فعالیت می‌کنن می‌چرخونیم. هر کسی چه مدرک رو باید ایجاد بکنه، چه مدرک رو باید امضا بکنه، چه پروتکلی رو باید دنبال بکنه و در نهایت وقتی که فرایند تموم میشه، وقتی اون دستگاه پزشکی پرینت میشه و آماده استفاده میشه، دستگاه پزشکی همراه با تمام داکیومنت هایی هستش که نشون میده این دستگاه امنه برای استفاده، این دستگاه یه دستگاه پزشکی هستش و چه مراحلی رو طی کرده و اگر بخواد بعداً اصطلاحاً آدیت بشه و بررسی بشه برای سیف بودن، تمام اینها در اختیار بیمارستان قرار میگیره. مهاجرت کردن سخته. دوری از خانواده سخته. دوری از دوستا، خونه‌ای که توش بزرگ شدی، زندگی که بهش عادت داری سخته، قطعا سخته، واسه همه سخته. ولی اگر کسی این تصمیمو میگیره، باید به نظر من باید قبول بکنه که یک تصمیمی گرفته و باید اون کار رو انجام بده. نمیشه نصف نیمه یک کاری مثل مهاجرت رو نمیتونی نصف نیمه رها بکنی. من همیشه میگم که برای مهاجرت کردن شما باید ذهن بازی داشته باشین. باید آماده باشیم که یاد بگیریم، فراموش بکنیم و یاد گرفته هامونو آپدیت بکنیم. این سه تا اصلیه که من به شدت بهش پایبندم. من اصلا به این فکر نمی کنم که بخوام به ایران برگردم و دلیلش این نیستش که نمیخوام به ایران برگردم چون از کشورم خوشم نمیاد یا چون فراری ام از کشور، نه به هیچ عنوان. من یک طرز تفکری دارم، اونم این که اگر بخوام کاری رو انجام بدم با تمام توانم اون کار رو انجام میدم
و وقتی داشتم از ایران خارج می‌شدم همه دوستان بهم گفتن که خب این کارو اینطوری نکن، پولای پشت سرتو خراب نکن، یه راهی بذار که برگردی. و من همیشه جوابم به اون آدم‌ها این بود که اتفاقا من نمی‌خوام پلی پشت سرم داشته باشم برای برگشتن، به خاطر اینکه وقتی یه پلی داشته باشی که بتونی برگردی، همیشه به این فکر می‌کنی که یه روزی احتمالاً اگه کم بیارم یه بلیط هواپیما میگیرم و برمیگردم خونه‌مون. من نمیخواستم اینو داشته باشم، من میخواستم مطمئن باشم که یه روزی اگه کم آوردم جایی نیست که برگردم، باید بسازم، باید بمونم، باید بسازم. و همیشه هم گفتم که حداقل تا 4-5 سال که کارم رو ببرم جلو تا به یه جایی به یک ریشه خیلی محکمی برسم بر نخواهم گشت و میمونم تا بسازم، تا ریشه رو کامل توی خاک ببرم و بعد بتونم برگردم. مهمترین ابزارهایی که یک کارآفرین ممکنه داشته باشه، باید داشته باشه، به نظر من اولین و مهمترین اصطلاحا اینجا بهش میگن people skills یا در واقع توانایی صحبت کردن، کنار اومدن با آدم ها، توانایی ارتباط برقرار کردن، ارتباط مؤثر با آدم ها. شما در کارآفرینی مهمترین کاری که میکنید فروشه. شما باید بتونید ایدتون رو، باید بتونید بیزینستون رو، محصولتون رو، ارزشی که دارید رو به آدم ها بفروشید و اونها حاضر بشن بابتش پول، زمان و غیره هزینه بکنن. بعد از اون مهمترین اسکیل، مهمترین مهارت پرابلم سالوینگ هست، حل مسئله. شما باید بتونید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین راه حل ممکن رو برای مسائلی که شاید تا اون روز هیچ کس حلش نکرده بتونید پیدا بکنید و حلش بکنید. و مورد فهم کنم خیلی مهم آخری که خیلی شاید بهش توجه نکنن، مهارت نگوشیشن یا مذاکره هستش، که این هم برمیگرده به اینکه شما بتونید با همون مشتری یا بتونید با سرمایه گذار یا بتونید با هر کس دیگه‌ای که اطرافتون هست، حتی کارمندتون، مذاکره بکنید و خروجی برد برد به خروجی برد برد برسید. و فکر میکنم یه چالش مشترک هست، فارغ از اینکه شما تو ایران بخواید کار بکنید، کارآفرینی یا تو اروپا یا هر جای دیگه دنیا، اونم چالش کنار اومدن با نشنیدن. فکر میکنم بزرگترین چالشه. شما به عنوان یک کارآفرین، من به عنوان یک کارآفرینی که از تجربیاتی که دارم اینه که شما از اکثر آدمای اطرافتون احتمالاً نمیشنوید. حالا این آدم میخواد مشتری باشه، میخواد سرمایه گذار باشه، میخواد قانون گذار باشه، میخواد کارمند باشه، میخواد یه نفر نیرو استخدام بکنید، شاید حتی اونا حاضر نشن برای شرکت شما کار بکنن چون شرکتتون جوون و خیلی چیزا نداره و اینجور چیزها. پس به نظرم بزرگترین چالش اینه که چجوری بتونیم با نشنیدن توی یک برهه زمانی بلند کنار بیایم و افسرده نشیم و ناامید نشیم و ادامه بدیم. این فکر میکنم مهمترین چالشی بوده که منم باش مواجه شدم و هر کسی، هر کارآفرینی باش مواجه میشه و باید باش کنار بیاد. I know that there were a lot of things along the way that he had to leave. He already had his companies in Iran. So I really value that bravery, and I really value the fact that he has created an idea of what he wanted for his life from a very young age and built it up. He went to every English class he could. He even ended up teaching English. All these things that seem small at some point build up to what he now has become. من کودکی خیلی چالش برانگیزی داشتم، میتونم بگم از خانواده پولداری نیومدم و موقعی که من به سن 18-19 سالگی رسیدم، ما از سطح زندگی بسیار خوبی برخوردار بودیم.
یعنی پدر و مادر من از یک شرایط واقعا میتونم بگم زیر صفر در اوج جوانی خودشون سختی هایی کشیدن که من دیدم به چشم خودم که این دو نفر چجوری یک زندگی رو ساختن و من ساختن رو از پدر و مادرم یاد گرفتم.